در روز شنبه ششم شهریور مجموعاً 10 مأمور به منزل و محل کار بنده مراجعه کردند و همزمان هر کدوم از اینها رو 4 ساعت مورد تفتیش قرار دادن و دست آخر بخشی از اوراق و مدارک بنده و همچنین بخشی از اموال فرزندانم و همسرم رو با خودشون بردن. البته این اموال بیشتر اسناد بود. فرض بفرمایید چند جلد پوشه های مربوط به کارم بود، پوشه های موکلانم بود، یه پوشه مال کانون مدافعان حقوق بشر بود که بنده به اتفاق دیگر وکلای این پرونده نسبت به پلمپ کانون اعلام شکایت کرده بودیم 2 سال پیش و همینطور پرونده خانم عبادی، وکالتنامه تنظیمی با خانم عبادی، پرونده آقای جواد توسلیان همسر خانم عبادی و پرونده های دیگه‌ای که من نمیخوام از اونا فعلا اسم ببرم توسط ماموران برده شد. اما تنها مدرک مالی که البته فاقد اعتبار بود 2 قطعه چکی بود که من یه زمانی بابت بدهی با آقای توسلیان داده بودم، بعد از تصفیه حساب ایشون به من برگردونده بودن و اون چک اصلا هیچ اعتباری نداره. این دوتا چک رو حالا اگر قرار هست داستانی ساخته بشه این دوتا چک رو با خودشون بردن که در واقع میگم فاقد هر اعتباری هست. و این احضاریه خانم ستوده از سوی چه نهاد و چه کسی صادر شد؟ هم احضار هم تفتیش و توقیف اموال توسط دادیار اظهار نظر مستقر در دادسرای زندان اوین، هم دستور تفتیش و هم احضاریه توسط دادیار اظهار نظر دادسرای مستقر در زندان اوین آقای فراهانی صادر شده بود که البته 2 اتهام در اختاریه علیه من اعلام شد: اتهام تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام. دلایل وجود این 2 اتهام به من تا کنون گفته نشده، اما شواهد دیگری وجود داره که میتونه این فرد رو ایجاب بکنه که احیانا به دلیل دفاع از این پرونده ها چنین پرونده قضایی برای من تشکیل شده. از جمله این که شما میدونید حدود 5 ماه پیش با تلفن دستی همسرم تماس گرفتن و شخصی که خودشون مأمور نهاد امنیتی معرفی میکرد توصیه کرد که من از پرونده خانم شیرین عبادی از پیگیری قضایی این پرونده صرف نظر کنم، در غیر این صورت بنده به اتفاق خانواده‌ام در دردسر میافتیم. فکر میکنم که این هجوم به دفتر و محل کار ادامه همون قضیه بوده. در غیر این صورت دلیل دیگه‌ای برای تشکیل این پرونده من نمی‌دونم. کی خودتون قرار هستش که معرفی کنید به زندان؟ چون ظرف 3 روز من مهلت دارم خودم رو به دادسرا معرفی بکنم، آخرین مهلت قانونی من 4 شنبه هست که به تعطیلات می‌خوره. بنابراین قانونم آخرین مهلت من به شنبه میفته که حالا پس از بررسی و مشورت با وکلای خودم حتما نسبت به این موضوع اقدام خواهم کرد. یعنی شما فکر میکنید که این احضاریه که برای شما صادر شده کاملا غیرقانونی است؟ نه، من تا اینجا چیزی غیرقانونی در اون ندیدم، اما محاضا باید حتما بررسی بیشتری بکنم. چنانچه ایراد قانونی نداشته باشه حتما به دادسرای زندان اوین مراجعه میکنم.